خب بریم سراغ حل امتحان پایان ترم و امتحان‌های نهایی. آقا امتحان نهایی خرداد 98 رو داریم اینجا که ببینیم آقا امتحان نهایی به چه شکله. دانش آموزایی که امتحان نهایی 1401 داره 1402، هر امتحان نهایی که داری ببین قالب کلیش اینه. سوالات پاسخنامه داره، تو این نباید جواب بدیم. حالا ما چون پاسخنامه الان نیست تو همین جواب میدیم، ولی خب کلا یه پاسخنامه بهتون میدن و توی اون سوالات رو به اصطلاح جواب میدید. اما نکته ای که هست اینه، میخوام قالب این سوالات رو ببینید، چه مدل چه تیپ سوالاتی تو امتحان نهایی میاد. اولا که نام و نام خانوادگی که بعضیا متأسفانه یادشون میره و نمینویسند خیلی مهمه. حالا سال 98 18 سه 98 اولین امتحان نهایی فرمت نظام جدید برای درس زیست برگزار شد که میخوایم بریم بررسیش کنیم. آقا اولین دسته سوالات، سوالات چیه؟ درست نادرست. میگه درست یا نادرستیه هر یک از عبارات زیر رو بدون ذکر دلیل مشخص کنید. آقا مکمل بودن بازهای عالی نتایج آزمایش های چارگاف رو تایید میکنه؟ بله کاملا درست. نمونه ای از پروتئین، حالا میتونید صحیح هم بذارید فرق نمیکنه، نمونه ای از پروتئین ها با ساختار نهایی چهارم میوگلوبینه. آقا میوگلوبین ساختار نهایی سوم داره، پس غلط. بچه‌ها چون دیگه تدریس رو انجام دادم سوالات رو سریع میخونم که برسیم به تیپای بعدی. طول عمر رنای پیک در پروکاریوت ها بیشتر از یوکاریوت هاست؟ نه، تو یوکاریوت ها بیشتره. در گل میمونی با دیدن رنگ گل میتونیم ژنوتیپش رو تشخیص بدیم. آقا رنگش رو ببینیم باید ژنوتیپش رو بتونیم تشخیص بدیم، چون اصلا رنگی نشون میده این ژنش چیه. پس این درست. علت مقاوم شدن باکتری ها به آنتیبیوتیک ها انتخاب طبیعیه. ببین باکتری ها به آنتیبیوتیک ها چی شدن؟ مقاوم شدن. ولی آیا علتش انتخاب طبیعی بوده؟ علتش بله که انتخاب طبیعی بوده، چون جمعیت باکتری ها تونسته مقاوم بشه و خودش رو سازگار بکنه و انتخاب طبیعی برگزیدتش. پس اینم درست. تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز برای جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد اهمیت زیادی داره، که اینم عین متن کتاب و درست. خب این از دسته اول سوالات. تیپ بندی سوالات، سوالات چی هستند؟ سوالات جای خالی هستند که خیلی مهمه. میگه بعضی آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی مثل فلان و فلان نیاز دارن که به این مواد چی میگن؟ کوآنزیم. در گروه خونی ABO بین آلل های A و B رابطه همتوانی وجود دارد. از مواد شیمیایی جهیزسا میتوان به بنزوپیرن اشاره کرد که در دود سیگار دیده میشه. بریم بعدی. به فرایندی که باعث تغییر فراوانی آللی بر اثر رویدادهای تصادفی میشه. ببین تصادف میشن رانش آللی یا آللی، فرقی نمیکنه. به قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاختهایی که نسخه ناقصو دارن میگن ژن درمانی. موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینه به دست آوردن اونو میگن غذایابی بهینه. ببین جا خالی ها معمولا از اون جاهایی میدن توی کتاب که بلده، تیتر بولد داره، اونا رو تو جای خالی خیلی استفاده میکنن. در هر یک از عبارات های زیر جواب صحیح رو انتخاب بکنید. ببین توی یک سری سوالات میان دو گزینه ای میدن، یعنی شما باید از تو پرانتز یکی رو انتخاب بکنید. بریم ببینیم، خیلی ساده است. آنزیم فلان یا فلان فعالیت نوکلئازی داره، خب معلومه دیگه، هلیکاز که نداره، دنوسپاراز داره. در تنظیم فلان رونویسی پروتئین های خاصی به دنوسپاراز کمک میکنن تا بتونه به راه انداز وصل بشه و رونویسی شروع کنه. خب این مثبت دیگه، تو منفی که اصلا اینجوری نبود. نمودار توزیع فراوانی رخ نمودهای فلان شبیه زنگوله است، پیوسته ها اینجوریه. در گونه زایی دگرمیهنی هست که جدایی جغرافیایی رخ میده. در تنفس نوری وضعیت برای نقش چیه روبیسکو فراهم میشه؟ اکسیژنازی. بچا تمام اینها رو توی اون به اصطلاح تدریس ها گفتیم. ببین مرور کتاب خیلی مهمه، قبل از اینکه بری سر جلسه آزمون شب قبلش یا حالا شبهای قبلش حتما کتاب رو روزنامه بار یه بار بخونید. باکتری های نیتراتساز که آمونیوم رو به نیترات تبدیل میکنن از باکتری های چی هن؟ شیمیوسنتز کننده. به این صورت دیگه سوالات بعدی سوالات پاسخ کوتاه شکل و اینا هست که سوالات خیلی ساده ایند. ببین به نظر من توی این سه دست سوال جا خالی از همه سخت داره، چون شما باید قشنگ یادت بیاد چی بود. ولی سوالات دیگه نه، سعی غلط که به اصطلاح 50-50 مثل پنالتی، اینا دقیقا پنالتیه دیگه، بین دو گزینه شما میتونی یکی انتخاب بکنی. قند موجود در دی ان ای
و باز آرینی نیتروژن دار اختصاصی آرنی رو بنویسید. آقا قند موجود تو دی ان ای دیوکسیریبوز باز عالی که فقط هم تو آر ان ای هست میگه یوراسیل. ویلکینز گفت بچه‌ها توضیح اضافه ندید، مثلا حالا طرف برداره بنویسه باز یوراسیل بازی از تکلقه‌ای که با باز آدنین مکمل میشه، ول کن بابا، سریع بنویس برو سوال بعدی، وقت مهمه. حالا من چیزشو نیاوردم، ببینید بچه ها نها کنید، مدت امتحان 90 دقیقه است، یعنی توی زیست شناسی عرفش اینه که 90 دقیقه باشه و 8 سوال هم که دیگه شروع میشه. خب این از این. سوال 5، ویلکینز و فرانکلین با استفاده پرتو ایکس از مولکول های دی ان ای تصاویری تهیه کردن، دو نتیجه حاصلشو بگید. بچه ها نمرات هم دقت کنید، بارون مهمه. مثلا ببین الان 1.5 نمره است دیگه، 1 2 3 4 5 6 تا 6 تا به اصطلاح نیم نمره که نیست، 25 صدم. معمولا اینجور سوالات رو 25 صدم میدن، سوالات جای خالی و سوالات یا صحیح غلط و یا دو گزینه ای، که شما اگر یه سوالم بلد نبودی نمره زیادی از دست ندی. خب از این طرف ویلکینز و فرانکلین اومدن یه کاری کردن، میگه دو تا نتیجهشو بگو. اینجوری مینویسی آقا شماره 1 شماره 2. حالا شماره 1 نتیجه چی بود؟ مولکول دی ان ای بیش از یک رشته است و مارپیچیه. این دو تا نتیجه که این دو عزیز زن و شوهر به ما دادن، یعنی دی ان ای بیش از یک رشته است، حالا چند رشته بماند، و حالت مارپیچی هم داره. حالا مورد سومم میشه، اگه میگفت سه مورد بگید میتونستیم بگیم آقا ابعاد مولکول ها رو هم تونستن تشخیص بدن که حالا دیگه نیاز نیست، فقط دو مورد رو گفتیم کافی. صفحه بعد، شکل روبرو، سوال شکل داره. بچه ها گفتم این شکل میاد خیلی مهمه. میگه همانسازی دی ان ای داره نشون میده، با توجه به شکل به پرسش از این پاسخ بدید. این مربوط، این دی ان ای مربوط به کیه؟ به یوکاریوت یا پروکاریوت؟ خب معلومه این پروکاریوت نیست، یه یوکاریوت دی ان ای خطیه. در قسمت مشخص شده، یعنی این یکه، چند تا هلیکاز هست؟ بچه ها توی هر حباب همانسازی دو تا هلیکاز و دی بقیهشو نمیخواد، فقط هلیکاز پرسیده. پس میبینید دو تا هلیکاز، چند تا؟ دو تا، تموم. آقا دنابسفراز نیاز نیست بنویسی. خب در مورد رونویسی به پرسشارز پاسخ دید. دسته بعدی سوالات توی امتحان نهایی که میدن یه موضوع انتخاب میکنن، ازش یه سوال میپرسن. در هوهسته‌ای ها، در یوکاریوت ها، رنای رناترین توسط کدام رنابسفراز ساخته میشه؟ رنابسفراز شماره 1. در کدام مرحله تو رونویسی رنابسفراز راه انداز رو شناسایی میکنه؟ مرحله آغاز. خب اینم از این. در شکل روبرو یک رنای ناقل نشان داده شده با تاخوردگی اولیه، کدام شماره، ببین 1 یا 2، توالی پادرمزه رو نشون میده؟ چقدر سوال راحت آبکی. بیا شماره 1 دیگه، بزنیم بزنم. آقا شماره چنده مگه؟ نیست شماره 1، همین سادگی. 25 صدم میگیره. البته 25 صدم چیزی نیست، ولی خب سوال سوال راحتی. سوال 9 میگه در مورد فرد ترجمه به پرسش‌آزی پاسخ بدید، مثلا رونویس. میگه رمزه یا کدوم آغاز یا آی جی معرف کدام آن هست؟ متیونی. در طول کدام مرحله ترجمه فقط جایگاه پیر رناتن پر میشه؟ تو مرحله آغاز دیگه که آ و ای خالیه. تو مرحله پایان بچا تو جایگاه آ عوامل آزاد کننده هست. رنای ناقل بدون آمین اسید از کدام جایگاه رناتن خارج میشه؟ ببین اگه مرحله تبدیل شدن رو بگیریم جایگاه ای، مرحله پایان به جایگاه ای دیگه وارد نمیشه، از جایگاه پی که اونجا دیگه به اصطلاح آمین اسید ازش کنده میشن دیگه، از رنای ناقل کنده میشه. ولی خب مناسب ترین جواب رو براتون گفتم، یه ذره این دو پهلو جوابش، ولی خب شما هرچی رو بنویسید طراح قبول میکنه، یا اون مصحح، طراح که نه، مصحح قبول میکنه. مردی هموفیل قصد داره با زنی ازدواج کنه. آقا مرد هموفیله یعنی چی؟ یعنی ایکس ایگرگ اچ کوچیک با زنی ازدواج کنه که سالمه، سالم هست یعنی چی؟ و ناقل هم نیست، یعنی ایکس ایکس اچ بزرگ اچ بزرگ. میگه چه جن نمودها و رخ نمودهایی برای فرزندان پیش میکنه؟ اصلا راه حل هم نمیخواد بگید. آقا اینجا باید بیا یه مربع گفتم پانت بکشی، بهترین راه گامتو بنویسی، اینجا مادر، بالا پدر، گامت هم که اینجا هست. آقا مادره چیه؟ دو تا ایکس اچ بزرگ، ایکس اچ بزرگ. پدره چیه؟
x h کوچیک و y. آقا اینا رو ضرب در هم کن. این دوتا ضرب هم ضرب بشن چی میشه؟ x h کوچیک h بزرگ، یعنی دختره ناقله. اینو در این ضرب کن، x h بزرگ y پسر سالم، x h بزرگ x h کوچیک دختر ناقل، x h بزرگ y پسر ناقل. یعنی دختره یا ناقله یا دختره ناقله یا پسر سالم. تموم شد. هم ژنوتیپش هم فنوتیپش. در مورد انتقال اطلاعات در نسل ها به پرسش های زیر پاسخ بدید. جایگاه ژنی گروه خونی آر اچ در کدام فامتنه؟ کروموزوم شماره 1. صفت رنگ نوع ذرت یک صفت چند جایگاهی یا تک جایگاهی؟ معلومه چند جایگاهی. تغذیه نوزاد مبتلا به بیماری فنیلکتونوری با شیر مادر باعث آسیب رسیدن به کدام یاخت‌های بدن میشه؟ یاخت‌های مغزی. اصطلاحات زیر رو تعریف کنید. ساده، یعنی همون چیزی که کتاب خودش گفته رو میگه تعریف کن. رنای بالغ، یعنی رنایی که بالغه. ببین اینجوری باید تعریف بکنی، زمانی که قسمت هایی از RNA یا حالا mRNA که به اسم رونوشت چی هن میانه هستن حذف میشوند و رونوشت های بیانه به هم متصل میشن، به این RNA میگن RNA بالغ یا RNA که پیرایش شده. ساختار آنالوگ، بچه ها ساختارهایی که در جانوران، در جانداران، در جانداران دارای طرح ساختاری متفاوت اما کار یکسانند، مثل بال کبوتر بال پرنده که کارشون یکسانه ولی ساختاره متفاوت. در مورد تغییر در ماده وراثتی جانداران به پرسش ازی پاسخ دهید. فصل 4. اگر رمز یک آمینو اسید به رمز دیگری برای همان آمینو اسید تبدیل بشه و تأثیری نذاره چه نوع جهشیه؟ خاموش. ژنگان هسته انسان چند تا کروموزوم غیر جنسی داره؟ آقا 44 تا تقسیم بر 2 22 تا کروموزوم غیر جنسی داره. چرا انگل بیماری مالاریا در افرادی با این نمیتونه باعث بیماری بشه؟ گفتیم چون اگه وارد بشه این انگل سری گلوله قرمز داستی شکل میشه و انگل از بین میره. در مورد از ماده به انرژی، ببین هی فصل به فصل داره میره جلو، ماده به انرژی میشه چی؟ فصل 5 دیگه. به پرسش‌های پاسخ دهید. ساخته شدن نوری ATP در کدام قسمت سلول انجام میشه؟ ببین ماده به انرژی یعنی ما بیایم از گلوکوز برسیم به ATP. انرژی به ماده یعنی از کجا برسیم؟ از انرژی، از ATP، از چیزی که داریم برسیم به ماده گلوکوز. میگه نوری ATP بخواد ساخته بشه در کدام قسمت انجام میشه؟ در کلروپلاست. در کدام قسمت سلول؟ کلروپلاست. پیروات در میتوکندری با از دست دادن یک کربن دی اکسید به چه مولکولی تبدیل میشه؟ به بنیان استیل. نام دو مولکول حامل الکترون که در چرخه کربز تشکیل میشن رو بنویسید. آقا FADH2 و NADH. زنجیر انتقال الکترون در چه بخشی از راکیزه قرار داره؟ در قشای درونی و قشای چین خورده ی راکیزه. چه عواملی در عملکرد راکیزه در خنثی‌سازی رادیکال های آزاد مشکل ایجاد میکنه؟ میتونی بنویسی نقص ژنی، مثلا تولید زیاد رادیکال های آزاد و بحث الکل و مشروبات الکلی میتونن در عملکرد راکیزه در خنثی‌سازی مشکل ایجاد بکنن. مونوکسید کربن سبب توقف کدام واکنش زنجیر انتقال الکترون میشه؟ رسیدن الکترون به اکسیژن. در مورد زیستن مستقل از اکسیژن به پرسش‌های زیر پاسخ بدید. یعنی بیایم در مورد این مطلب بگیم. نام مرحله مشترک بین تنفس هوازی و تخمیر چیه؟ تو کدوم هر دو هست؟ میام تو کدوم؟ تو هر دو کدوم هست؟ گلیکولیز. ورآمدن نان به علت انجام چه نوع تخمیریه؟ تخمیر الکلی. در مورد فتوسنتز گیاهان به پرسش ازیر پاسخ بدید. علاوه بر سبزینه ها یا کلروفیل های آ و ب چه رنگیزه دیگه در قشای تلاکوئید هست؟ کاروتنوئید. حد اکثر جذب سبزینه آ در مرکز واکنش فتوسنتز 1 در طول چه موجیه؟ 700 نانومتر. تجزیه نوری آب برای جبران کمبود الکترون در کدام فتوسنتز صورت میگیره؟ فتوسنتز شماره 1. ببین اینجا 2، اینجا 1. میشه فتوسنتز شماره 2 یا 1؟ فتوسنتز شماره 2 که تجزیه نوری آب انجام میده. حواست باشه فتوسنتز شماره 2 و 1. حالا اگه از این طرف بخوایم ببینیم اینی که نزدیکتره، ببین چون بعضی ها فکر میکنن اول 1 بعد 2، نه اینجا برعکسه، اول 2 بعد 1. پس تو کجا انجام میشه؟ توی فتوسنتز شماره 2 که پی 680.
کجا بودیم؟ آها، نام قند پنج شربونی که در چرخه کالوین ترکیب میشه با CO2 ریبولوز بیسفوسفات در چه گیاهانی تثبیت اولیه و چرخه کالوین در دو نوع یاخته متفاوت انجام میشه؟ تو گیاهان C4 بچه در همین حد توضیح اضافه نداره. در گیاهان CAM چرخه کالوین در چه موقعی از شبانه روز انجام میشه؟ چرخه کالوین تو روز انجام میشه. در مورد جانداران فتوسنتز کننده دیگر به پرسش از این پاسخ بدیم. از همه فصل داره سوال میاد. از چه باکتری هایی در تصفیه فاضلاب ها برای حذف هیدروژن سولفید استفاده می‌کنیم؟ باکتری های گوگردی. یک آغازی تکسلولی نام ببرید که در صورت نبود نور کلروپلاست خودش از دست میده. اوگلینا. معمولا هم بچه‌ها 4 صفحه هست. ببین 4 صفحه امتحان شما باید بدید. در جدول زیر هر یک از موارد ستون الف رو ببرید به ستون ب که ارتباط منطقی داره پیدا کنید و بنویسید که کدوم هست. یه مورد هم اضافیه. آقا تو ستون الف منافذی در دیوار باکتری بخوایم ایجاد بکنیم با چی انجام میشه؟ با شوک الکتریکی. پس یک میشه برای این. اتصال دی ان ای مورد نظر به پلازمید، اتصال دی ان ای مورد نظر به کی؟ به پلازمید. رو کی باید انجام بده؟ آنزیم لیگاز. پس این میشه 2. ایجاد انتهای چسبنده توسط کی باید انجام بشه؟ انتهای چسبنده آنزیم ایکوروان. جداسازی یاخته‌های تراژنی کی باید این کار انجام بده؟ آمپیسیلین. پس وکتور یا ناقل همسان سازی چیه؟ اضافه است. در مورد زیست فناوری به پرسش‌های پاسخ بدید. یک پروتئین که با مهندسی پروتئین پایداری آن در مقابل گرما افزایش یافته است نام ببرید. آمیلاز. یاخته‌های بنیادی بالغ در کدام بخش بدن می‌توانند در محیط کش به رگ‌های خونی تماس پیدا کنند؟ یاخته‌های بنیادی مغز و استخوان که بالغ هم هستند. با جدا شدن کدام زنجیره پیش انسولین به انسولین فعال تبدیل میشه؟ زنجیره C. همین الان خوندیم. برای تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک کدام ژن عامل بیماری‌زا به یک باکتری یا ویروس؟ ببین اون ژن چی؟ آنتیژن‌های سطحی که داره، اون آنتیژن‌هایی که داره چون پروتئینن ژنشو انتقال میده. پس ژن اون رو بعد اینجا بنویسیم ژن آنتیژن، آنتیژن سطحی اون میکروب یا ویروس. خب اینم از این و دیگه آخرشه. هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگیریه؟ فصل 8. جانور با چشم پوشی از محرک‌های بی اهمیت انرژی خودش رو حفظ می‌کنه. این میشه به اصطلاح عادی شدن یا خوگیری. میآموزد بین رفتار یا پاداش و تنبیه که دیدم سریع می‌نویسم شرطی فعال. جانور بین تجربه‌های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می‌کنه. حل مسئله در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام میشه. نقش‌پذیری. علت هر یک از رفتارهای زیر رو بنویسید. پرنده کاکایی پس از آنکه جوجه هایش از تخم بیرون می آیند پوستهای تخم از دونه خارج می کنه. ببین این هایی باید توضیح بدیم چرا این کار رو می کنه؟ چون کلاغ این پوسته شکسته رو که می بینه رنگ سفید داخل پوسته براش یک راهنماست که بیاد اینا رو نابود کنه. این برای این میاد پوستهای تخم از لانه خارج می کنه تا احتمال اینو کارو بیار پایین و جوجه هاش از بین نرن و انتخاب طبیعی اینو برگزیده. در نوع جیجیرک جانور نر جیجیرک ماده‌ای را به عنوان جفت انتخاب می‌کنه که بزرگتر باشه. چرا اینو انتخاب کرد؟ چون تخمک‌های بیشتری داره و می‌تونه براش فرزندان بیشتری متولد کنه. کبوتر خانگی می‌تونه در یک روز ابری مسیر درست رو بیابه به لانه بازگرده. چرا؟ چون از میدان مغناطیسی زمین استفاده می‌کنه که اصلا ربطی به ابری بودن و نمی‌دونم چیز هوا نیست. زنبورهای کارگر قبل از جستجو درباره محل منبع غذا از زنبور یابنده اطلاعاتی دریافت کنند. چرا؟ چون انرژی کمتری بذارن با صرف زمان و انرژی کمتر برن شهد گل و غذا و هر چیزی که هست رو پیدا کنن. موفق و سربلند باشید. این شد امتحان نهایی سال 98. حالا میریم سراغ امتحان نهایی خرداد سال 99. و اما امتحان نهایی خرداد 99 که خورد به کرونا و اون مسائلی که بود یه ذره تغییرات داشت. خرداد 99 یه نکته‌ای داره، اونم اینه که من پنش رو فعال کنم. 1/4/99 برگزار شد. خب معمولا خرداد دیگه باید تو خرداد ماه باشه، ولی خب به خاطر کرونا عقب افتاد، هم کنکور عقب افتاد هم به اصطلاح امتحان نهایی تغییری کرد و تغییرات داشت دیگه. اما نکته‌ای که توی امتحان سال 99 بود این بود که یه بخش الزامی گذاشتن، یه بخش اختیاری که دیگه نیست، یعنی بعید هم چیزی باشه، اونم به خاطر کرونا بود. اومدن گفتن 16 نمره الزامیه، باید جواب بدید.
از اون ور به جای اینکه 20 نمره کنن امتحانو 24 نمره کردن، یعنی 4 نمره هم ارفاقی گذاشتن که هر کی نتونست مثلا به 4 نمره جواب بده اون ارفاقیه رو جواب بده و از 24 مثلا 20 بگیره که نمرش هم کامل باشه. ولی میگم دیگه سال بعدش 1400 این کارو نکرده، اونم به خاطر کرونا بود که بچه‌ها آموزش مجازی اینا بود، خواستن یه مثلا حالی هم به بچه‌ها داده باشن. آقا بخش الزامیشو بریم اول حل کنیم، بخش اختیاریش هم حل میکنیم. بازم مثل همیشه سوالات صحیح غلط اول هست، میگه درستی یا نادرستی. و بچه‌ها صورت سوالام تغییر نمی‌کنه تو امتحان نهایی، هر چی که دادن و همونو میدن. یعنی ببینید اول صحیح غلطه، بعد جای خالیه، بعد دو گزینه‌ای، بعد حالا چیزای دیگه. یعنی این ترتیب قالبش حفظ میشه توی امتحان شما هم دقیقاً ابتدای کار ترتیب حفظه. حالا ممکنه سوالات شکل‌دار رو جابجا کنن، مثلا با سوالات دیگه جلوتر بدن، عقب‌تر بدن، که مهم نیست. شما بلد باشی اصلا سوال تشریحی بدن کاری نداره. یه نکته هم بگم بچا، دقت کرده باشی سوالات تشریحی اونجوری نبود مثلا این دفعه بیاد کل مراحل رونویسی رو توضیح بده. یعنی سوالات اونجوری دیگه ما نداریم که بیاد یه مطلب خیلی مهم و یه مطلب سنگین رو ازتون کامل بپرسه، چون فرصت نمیشه تو 90 دقیقه. میشه ها، چون معلم های مثلا سال 10 11 یادتون باشه اینجوری سوال میدادن، میگفتن آقا مثلا مراحل رونویسی را نام برده و با مراحل ترجمه مقایسه کنید، مثلا طبعا 10 خط مینویش دیگه. تو امتحانایی همچین خبری نیست. خب آقا در نوکلیک اسیدهای خطی گروه فسفات در یک انتها و گروه هیدروکسید هم در انتهای دیگر آزاد است، کامل درست. پروتئین ها از یک یا چند زنجیره بلند و بدون انشعاب، غلط. در رونویسی نوکلئوتید تیمین دار به عنوان مکمل قرار میگیره، اصلا تیمین ما نداریم تو رونویسی، یوراسیل داریم، پس اینم غلط. گیاه گل مغربیه سه این یک گیاه زایا و زیستاست، نه میگم زه سه این که هست زیستا شاید باشه ولی زایا نیست. راکیزه یا میتوکندری همراه با یاخته و مستقل نمیتونه تقسیم بشه، درست. هر فوتوسیستم شامل آنتن گیرنده نور، نه آنتنهای گیرنده نور. بچه ها به جمع و مفرد خیلی دقت کنید، یعنی یک کسی اینو دیده باشه خب میخونه آنتن دیگه، درست. آنتنها دو تاست و یه مرکز واکنش که خودش هم اشاره کرده به این کلمه یکم باید دقت داشته باشید. جای خالی در همانسازی دی ان ای شکستن پیوند فسفودیستر، ببین فسفودیستر رو کی باید بشکونه؟ آنزیم دی ان ای پلیمراز یا دناوسفاراز. رنای رونویسی شده از رشته الگو در ابتدا دارای رونوشت‌های میانه دی ان ای که به این رنا میگن رنای نابالغ. اگر فردی برای گروه خونی آبی و فقط آنزیم آ رو داشته باشه، گروه خونی این فرد چیه؟ آه. فقط آ رو داشته باشه، آه دیگه. تخمیر الکلی و تخمیر لاکتیکی، انواع از تخمیرها که دیگه استفاده میشه. الکترون های حاصل از تجزیه آب کمبود الکترونی، ببین دقت کن، الکترون هایی که از آب تجزیه میشن کمبود الکترونی فلان در مرکز واکنش فتوسیستم دو رو جبران میکنه. کمبود الکترونی سبزینه آ رو در مرکز واکنش فتوسیستم دو جبران میکنه. در هر یک از عبارات های زیر جواب صحیح رو از بین کلمات انتخاب بکنید. بریم ببینیم چی. دیوکسیریبوز یه اکسیژن کمتر از ریبوز داره. ژن های سازنده فلان در یاخت های تازه تقسیم شده فعالن، رنای رناتنی. در بیماری فنیکتونری آنزیمی که آمینسه فعالانی رو تجزیه بکنه وجود نداره. در کلیپایی شدن کراسینگ اوور قطعه ای از فامتن بین فامینک های غیر خواهری یا همتا مبادله میشه. مولکول حامل الکترون که در قندکاف تشکیل میشه، در قندکاف ما چی داریم؟ انادیش داریم، نه فادیش. دو سیانوباکتری ها جز باکتری های فتوسنتز کننده یه اکسیژن زا هستن، این هم هستی. سوال 4 شکل روبرو یکی از آزمایش های گرفته داره نشون میده، نتیجه شو بگید. آقا این مخلوطی از باکتری های پوشینه داره کشته شده با گرما و فاقد پوشینه، آزمایش 4 که نتیجهش این بود که موش مرد و در خون و شش های موش باکتری های زنده پوشینه دار یافت میشن. سوال 5 با توجه به مدل پیشنهادی واتسون و کریک برای دی ان ای نتیجه جفت شدن بازهای مکمل،
میگه برای این یه نتیجه بگو، یه دونه چیزشو بگو، نمیخواد همه رو بگی. یکی از نتایج جوف شدن بازهای محکمه اینه که ترتیب رو ما میتونیم بشناسیم، از روی یه رشته ترتیب دیگر رو میتونیم بشناسیم. یه مورد دیگه، حالا اگه مثلا دو مورد گفته بود میتونیم بحث پایداریشو بگیم، بحث این که این پایدار میمونه و در پایدار موندن اطلاعات هم نقش داره، قطرش به صلاح اوکیه، در مقابل باز دو حلقه یه تک حلقه قرار میگیره. پس ببین اینا میشه، ولی چون یه مورد رو گفته به این دقت کنه بچه ها، اگه میگفت دو تا یه دونه بنویسی نمره نمیگیری، ولی اگه گفته یه دونه همون کافی. پس به جمع و منفرد خیلی دقت کن، به عددام خیلی دقت کن. شکل روبرو نشان دهنده کدوم ساختار پروتئینه؟ آقا این ساختار ساختاره دومه که مارپیچیه و پیوندهای هیدروژنی و پپتیدی داره. پس فقط می‌نویسی ساختار دومی، من هی دارم من توضیح میدم، نیاز نیست بابا، بنویس کدام ساختار، ساختار دوم. علت حرکت موارد زیر رو بگید. در یوکاریوتا آغاز همانسازی در چندین نقطه از هر فامت انجام میشه. حالا نکته اینه، زمانی که میاد میگه علت رو بگو و توضیح بدید، یک تک کلمه ای نمیشه. در یوکاریوتا چرا آغاز همانسازی در چندین نقطه انجام میشه؟ چون انقدر اینا به اصطلاح فامتن دارن و ژن دارن که اگه قرار بود یه نقطه باشه مدت زمان بسیار زیادی طول میکشی تا همون اساسی انجام میشه. مواد سمی مثل سیانید یا آرسنیک مانع فعالیت آنزیم میشن. خب چرا میشن؟ چون میرن رو جایگاه فعالش قرار میگیرن و اجازه نمیدن که پیش ماده بیاد قرار بگیره. عمر رنایپک در یوکاریوتا طولانی تر از پروکاریوته. چرا؟ چون تو یوکاریوتا یه سری عوامل هست که از mRNA محافظت میکنه و نمیذاره تخریب بشن، که این عوامل سبب میشه که عمر رنایپک بره بالاتر، در حالی که در پروکاریوتا طول عمر رنایپک خیلی کوتاهه. یعنی عواملی هستن که حفاظت میکنن و جلوگیری میکنن از تخریب رنایپک. در مورد مراحل ترجمه یا هم پروتئین سازی به پروتئین‌سازی پاسخ بدید. اولین رمزه یا کدونی که در جایگاه پی رناتن قرار میگیره داره چه تبادیه؟ ببین اولین رمزه، اولین چی؟ رمزه‌ای که در جایگاه چی قرار میگیره؟ پی ریبوزوم. چه توالی؟ ببین گفته رمزه، نگفته پاد رمزه، آیوجی. در مرحله پایان چه پروتئین‌هایی باعث جدا شدن از زیر واحد میشه؟ پروتئین‌هایی به نام عوامل آزاد کننده. خب اینم از این. در شکل روبرو علامت سوال رو نامگذاری کنید. ببین این میشه رشته الگو که ازش رو نویسی میشه، بالایی میشه رشته رمزگذار. در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوتا و یوکاریوتا به پروتئین‌سازی پاسخ بدهید. چرا در تنظیم منفی رو نویسی با اتصال لاکتوز به مهار کننده این پروتئین دیگه نمیتونه بس بشه؟ چون شکلش تغییر میکنه، واسه تغییر شکل به اصطلاح مهار کننده میشه. در چه صورت مقدار رونویسی ژن تحت تاثیر عوامل رونویسی تغییر میکنند؟ ببین دقت کن، میگه در چه زمانی اون مقدار رونویسی از ژن تحت تاثیر عوامل رونویسی تغییر میکنه. ببین عوامل رونویسی برای یوکاریوته، خود عوامل رونویسی پیوستنش به راه انداز میتونه تغییر بکنه، یعنی اون پیوستنم تأثیر داره. پس خود عوامل رونویسی پیوستنش، تمایلش به پیوستن میتونه مقدار رونویسی از ژن رو هم تحت تأثیر قرار بده. 11. رخنمودها یا فنوتیپ های زاده های حاصل از آمیزش دو گل میمونی صورتی را با رسم مربع پانت بنویسی. آقا دو گل میمونی صورتی چه شکلی میشه؟ مربع رو میکشی، دو تا گل هست دیگه، هر دو هم صورتی میشه R. چرا سه تا کشتم؟ W. این هم میشه R W. این یه چیز پایینیه اضافه است. اینا چی میشه؟ میشه R R R W W R که همون میشه R W و W W. یعنی در نهایت ما همه مدل داریم دیگه، یعنی قرمز داریم، صورتی داریم، سفید داریم. یک چهارم صورتی، یک چهارم سفید، یک چهارم قرمز و دو چهارم احتمال صورتی شدن هست که اینجا می‌نویسیم، که اینجا از ما رخنمود خواسته، فقط می‌نویسی صورتی، قرمز و سفید. خب در مورد انتقال اطلاعات در نصاب پروتئین‌سازی پاسخ بدی، که همین مورد رو توی 98 هم داشتیم، یعنی همین تیتر رو. اگر گروه خونی زن و شوهری RH مثبت باشه
گروه خونی یکی از فرزندان آنها آرچ منفی بشه، ژن نمود این والدین رو بنویسید. ببین نگاه کن، میگه که گروه خونی زن و شوهر آرچ مثبت، یعنی دی بزرگ اون یکی رو نمیدونیم و مردم دی بزرگ اون یکی رو نمیدونیم. ولی وقتی گفته فرزندش منفیه، یعنی قطعا دی کوچیکار از پدر مادر گرفته دیگه. پس پدر و مادره این شکلی بودن. حالا میگه بیاین والدین و ژن نمودش رو بنویسید که ما اونجا به دست آوردیم دیگه. ژن نمودش میشه دی بزرگ دی کوچیک. چرا در صفات وابسته به ایکس ممکن نیست پدر ناقل باشه؟ چون آقا وابسته به ایکس دیگه، وابسته به ایگرک که نیست. یا پدره باید بیمار باشه یا سالم، چون رو ایگرک چیزی قرار نمیگیره. در رابطه با رنگ نوع ذرت، ژنوتیپ ذرت های موجود در دو آستانه تف، یعنی قرمز و سفید رو بنویسید. ببین ژن نموداشو خواسته که این دو آستانه ها اینجوری میشن. ببین آی کوچیک آی کوچیک، بی کوچیک بی کوچیک، سی کوچیک سی کوچیک. حالا همه اینا رو بزرگ، آی بزرگ آی بزرگ، بی بزرگ بی بزرگ، سی بزرگ سی بزرگ. 13 جهش بیمنا رو تعریف کنید. ببین جهش بیمنا چیه؟ اگر جهش جانشینی سبب بشه که رمزه پایان، یعنی اتفاقاتی رقم بخوره که رمزه پایان سریعتر شکل بگیره، پلی‌پپتیدی که میخواد ساخته بشه کوتاه میشه، اصلا بیمعنی میشه، به این میگن جهش بیمعنا. در مورد تغییر در ارتباط وراثتی بازم به پرشتازی پاسخ بدید. زیست شناسان چگونه میتونن از وجود ناهنجاری های کروموزومی آگاه شن؟ با کاریوتیپ. یک عامل جهیزهای شیمیایی نامبکی در دود سیگار بنزوپیرن. در کدام عامل برهمزنده تعادل جمعیت ها رویدادهای تصادفی نقش دارن؟ رانش. بچه این دوتا تو 98 هم بود. کدام ژن نمود بیماریه؟ کدام ژن نمود بیماری کمخونی داستی شکل به بیماری مالاریا مقاومه؟ HBA HBS. یک مثال برای ساختارهای وستیجیال بزنید. همون رد پای پا یا اون رد پایی که برای پا هست در لگن مار پیتون. در مورد روش‌های ساختشان ATP پرسشازی پاسخ بدید. در روش ساختشان ATP در سطح پیشماده در ماهیچه‌ها مولکول پیشماده چیه؟ مولکول پیشماده کراتین فسفات و ADP هست. ساخته شدن اکسایشی ATP در کدام قسمت یاخت انجام میشه؟ در راکیزه یا میتوکندری. در مورد ماده و انرژی به پرسشازی پاسخ بدید. در تنفس هوازی چه فرایندهایی علاوه بر قندکاو باید انجام بشن تا مولکول گلوکوز به مولکول‌های CO2 تجزیه بشه؟ مثلا هوازی داره میگه چه فرایندهایی علاوه بر گلیکولیز باید انجام بشه تا گلوکوز بیاد به CO2 تجزیه بشه؟ باید اکسایش پیروال و چرخ کربس هم ما داشته باشیم که این تا حد CO2 برسه. با توجه به نقش قشای درونی راکیزه در تنفس یاخته‌ای، چین خورده بودن آن چه ارزشی داره؟ بچه این از فعالیت کتابتون میگه آقا وقتی قشای درونی راکیزه چین خورده است چه اثری داره، یعنی چه ارزشی داره. ببین چین خوردگی خوبه، باعث میشه این عوامل این زنجیره انتقال الکترون بتونن به تعداد زیادی باشن و این مواد رو انتقال بدن. پس این چین خورده بودن برای یاخته و برای میتوکونی ارزش بسیار بالایی داره و تعداد زنجیره انتقال الکترون میتونه ببره بالا. خب این پایان بخش سوالات الزامی بود. البته این دوتا مونده، من چرا اینو اول دیدم. در تنفس نوری CO2 آزاد شده، حاصل تجزیه مولکول دو کربونه است یا سه کربونه؟ خب دو کربونه میره تو میتوکندری دیگه. در جدول زیر هر یک از ویژگی های ذکر شده رو بگید کدوم گیاهه. ببین تثبیت اولیه کربن در شب، تثبیت اولیه مربوط میشه به گیاهان CAM. تثبیت اولیه کربن در میانبرگ و انجام چرخه کالمی در غلاف آوندی به گیاهان C4 برمیگرده و اینم باید بشه C3 دیگه، درسته؟ تثبیت کربن فقط با چرخه کالوین. اما این پایان بخش سوالات الزامی بود، یعنی اینا رو باید حتما جواب میدادیم. اومدن جهت کسب 4 نمره از سوالات 19 تا 22 فقط 2 سوال رو به دلخواه انتخاب کرده و پاسخ بدید. یعنی از این 4 تا سوالی که می‌بینید، یعنی 4 تا که یه دونه بعدیه، یعنی از 19 20 21 22 شما باید از این باکس‌ها 2 تاشو انتخاب کنید و جواب بدید. در مورد فناوری‌های نوین زیستی به پرسش زیر پاسخ بدید. به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی شده میگن جاندار تراژن. اجزای دی ان ای نو ترکیب رو بنویسید. آقا دی ان ای نو ترکیب ناقل داره، ناقلی که برای همسانه سازی هست و اون ژن خارجی که بهش وصل شده.
افزایش پایداری پروتئین در مقابل گرما و روش‌های مهندسی پروتئین اهمیت زیادی داره. دو موردش رو بگو. وقتی پایداری بره بالا در برابر گرما، یک، سرعت واکنش میره بالا، خطر میکروبی میاد پایین و تایم واکنش میاد پایین که این باعث صرفه‌جویی اقتصادی میشه. واکسن نو ترکیب ضد هپات ب چگونه تولید شده؟ با روش مهندسی ژنتیک که اومدن واکسن نو ترکیب ضد هپات ب رو ساختن. در مورد رفتارها، حالا چه جوری تولید شده؟ ببین این چگونه تولید شدنه، حالا ممکن زر توضیح هم داشته باشه. مثلا باید بیایم بگیم توی ساخت واکسن نو ترکیب ما میایم اون آنتیژن، ژن آنتیژنی که آنتیژن ویروس بیماریزا رو میسازه، میدیم به یک ویروس یا باکتری که غیر بیماریزا باشه. این هم یه توضیح اضافه است. در مورد رفتارهای جانوران به پرسش‌ازی پاسخ بدید. چرا اساس رفتار غریزی در افراد یک گونه یکسانه؟ آقا چون افراد یک گونه یک ژن و یک مدل مثلا ژن داره. مثلا ما انسان‌ها 46 تا کروموزوم با ژن‌های خاص داریم، ژن رنگ مو داریم، ژن رنگ چشم داریم، پس به خاطر همین در همه افراد یک گونه یکسانه، چون ارثی و ژنی هست. محرک شرطی و محرک طبیعی در آزمایش پاولوف. محرک شرطی میشه اون صدای زنگ، محرک طبیعی میشه اون غذا و پودر به اصطلاح غذایی که هست. چرا در نوع جیجیرک جانور نر جفت انتخاب میکنه؟ چون مقدار زیادی از حجم بدنشون اسپرم و مواد مغذی تشکیل میده که اینو باید بده به ماده، به خاطر این باید انتخاب جفت انجام بده. بعضی توتی ها برای خونسا سازی مواد سمی خاص از غذای گیاهی چی میخورن؟ خاک روس. در اجتماع مورچه های برگبر، وظیفه مورچه های کوچک حفاظت از مورچه های بزرگ. رفتار نگهداری و پرورش زاده های ملکی که توسط زنبورهای عسل کارگر انجام میشه چه نوع رفتاری دیگر خواهی؟ به پرسش‌ازی پاسخ بدید. در یوکاریوت ها دی ان ای سیتوپلاسمی، دیگه اینقدر تندارم میخوام توبقا زیاد شد. در یوکاریوت ها دی ان ای سیتوپلاسمی در چه قسمت هایی از یاخت دیده میشه؟ در کلروپلاست و میتوکندری. نام بخش اختصاصی آنزیم که پیشماده در آن قرار میگیره جایگاه فعال. یک تفاوت همانندسازی و رونویسی رو بنویسید. آقا همانندسازی، یک تفاوت اگه بخوام براش بگیم با رونویسی، هم اون چیزی که کتاب گفته، همانندسازی فقط در مرحله اس چرخ سلولی انجام میشه، ولی رونویسی در هر مرحله‌ای که در هر جایی که دلش بخواد یاخته میتونه انجام بده به تعداد نامحدود، ولی همانندسازی فقط تو اس. چگونه ممکن است از یاخته هایی با ژن های یکسان یاخته هایی با عملکرد و شکل متفاوت ایجاد بشه؟ تنظیم بیان ژن که باعث میشه در یاخته ای در یک سلولی تعدادی از ژن ها فعال و تعدادی خاموش باشن. جایگاه ژن های گروخونه آبیو فانتن شماره 9. شایع ترین نوع هموفیلی فقدان عامل انقادی شماره 8. به پرسش های زیر پاسخ بدید. به کل محتوای ماده وراثتی چی میگن؟ ژنگان یا ژنوم. در چه صورت با شارش ژن خزانه ژن دو جمعیت به هم شبیه میشه؟ در صورتی که اون به اصطلاح شارش دو سویه، دو طرفه و پیوسته باشه. در زنجیره انتقال الکترون تنها راه پیش روی پروتون ها برای برگشتن به بخش داخلی راکیزه چه پروتئینیه؟ آنزیم ATP ساز که از کانال تشکیل شده و یه سری ساختار دیگه. پس ببین تنها راه برگشتن آنزیم یا پروتئین، حالا کانال میشه دیگه، آنزیم ATP ساز هست. مقدار ATP تولید شده در اجزای تجزیه کامل گلوکوز در بهترین شرایط در یاخته یوکاریوت حد اکثر چند تاست؟ کتاب شما میاد میگه حد اکثر 30 تا. مرحله مشترک بین تنفس هوازی و بی هوازی چیه؟ میشه گلیکولیز. و تفاوت آنزیم روبیسکو با آنزیمی که در ترکیب CO2 با اسید سه‌کربنه در گیاهان سی‌چهار و سی‌ام نقش داره چیست؟ ببین آنزیم روبیسکو نقش اکسیژنازی و کربوکسیلازی داره، هم اکسیژن باشه وصل میکنه، هم کربن دی اکسید باشه بیشتر باشن وصل میکنه. اما اون آنزیمی که میاد CO2 رو با اسید سه‌کربنه وصل میکنه تمایلی به کربن به اکسیژن نداره و فقط هم کربن دی اکسید رو وصل میکنه. تمام، موفق و سربلند باشید. اینم از این. و اما امتحان نهایی خرداد 1400 که طلب من به شما، بچه ها یه سورپرایز خیلی ویژه براتون داریم. اونم اینه که یک شب یا دو شب، حالا بستگی داره، قبل امتحان زیستتون، دقیقا تاریخ دقیق امتحان زیست نهایی که دارید، یه شب قبلش یا دو شب قبلش یه لایو بسیار ویژه میذاریم که توی اون علاوه بر این که من امتحان نهایی خرداد 1400 رو براتون تحلیل میکنم، میام تیپ بندی و سوالات مختلف امتحانهای نهایی و نحوه برخورد با اونا رو توی لایو در حد یک ساعت براتون جمع میکنم. پس امتحان نهایی 1400
به اضافه پیشبینی و تیپ بندی که قراره براتون بگیم بمونه تو اون لایو ویژه. و اما طرح 20 زیست شناسی 12 هم تمام شد. امیدوارم که لذت برده باشید بچه ها از تک تک لحظات این تدریس ها و این ویدیو. و دیگه توی این طرح من نهایت آرزویی که براتون دارم اینه که نمره 20 رو بگیرید در امتحان نهایی، بهترین نمره رو دریافت بکنید و در کنکور سراسری هم موفق بشید. بعد شما برای کنکور هم یک سری نکات داریم، یک سری لایف ها قرار برگزار بکنیم در پیج آکادمی های رخشان که بسیار مهمه. ببین شما امتحان نهایی که دادید دیگه کم کم یک ماه فرصت دارید آماده بشید برای کنکور. این یک ماه خیلی مهمه، یک ماه طلاییه که بیشتر وقتتون باید باشه جمع بندی کردن، حل سوالات و آزمون های جامع و مرور های خلاصه هایی که نوشتید، حالا مرور های خلاصه های کتاب ها. بچه ها این نکاتی که من اینجا گفتم میذاره دستم بسته بود، فقط امتحانات نهایی رو مد نظر گرفتم، نکات کنکوری و تستی زیاد مطرح نکردم. امیدوارم در امتحان نهایی و کنکور سالی که هستید به موفقیت برسید و به هر رشته‌ای که دلتون میخواد دست پیدا بکنید. میبینمتون رفقا، تو شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید. فعلا خداحافظ. I'm gonna say it,